محبوبیت امیر اسماعیل خان در میان رهبران کشور. اسماعیل خان در میان علما، دانشمندان، رهبران احزاب و روشنفکران کشور از محبوبیت به خصوصی برخوردار می باشد که این موضوع با انتظار همه رهبران جهاد و مقاومت برای استقبال از اسماعیل خان در دوران مقاومت در پنجشیر برجسته می گردد. عده‌ای از مسئولین دولتی و سران جبهه متحد جهت استقبال از ورود استر جنرال اسماعیل خان به منطقه جمع آمده اند. استر جنرال اسماعیل خان که از چهره های برجسته دوران جهاد مقدس ملت ما به شمار می رود و عمری فرماندهی و سوق و اداره نیروهای ولایت هرات را به عهده داشته و زمان هم مسئولیت حوزه جنوب غرب را به دوش داشت، پس از تحولات سیاسی و نظامی که در جوازای 1376 در شمال کشور رخ داد و منجر به اشغال ولایات شمال کشور برای مدت زمان اندک توسط طالبان گردید، به دام طالبان افتاد و بعد از سپری نمودن حدود 3 سال در زندانهای طالبان موفق به فرار گردید. سلام سلام علیکم. ولایت هرات و در مجموع حوزه جنوب غرب که در دوران پس از پیروزی مجاهدین از امن‌ترین ساحات کشور به شمار می رفت، پس از اشغال توسط طالبان سرنوشت بهتری از ساحات اشغال شده دیگر نداشته است. حضور دوباره اسماعیل خان در عرصه های سیاسی نظامی کشور می تواند مایه امیدی به مردم حوزه جنوب غرب و به گونه اخص اهالی ولایت هرات در راستای رهایی از سیطره متجاوزین و عمال آنان و برخورداری از نعمت آزادی باشد. استقبال شهید احمد شاه مسعود از اسماعیل خان. محبوبیت اسماعیل خان در میان رهبران و مردم افغانستان به حدی می باشد که شهید احمد شاه مسعود در هنگام تصدی وزارت دفاع افغانستان و منظور استقبال از اسماعیل خان به میدان هوایی کابل می رود و به وسیله قطعه تشریفات وزارت امنیت ملی افغانستان از وی به پذیرایی می پردازد. Thank you.
در سفر به شمال و جنوب کشور. در هنگام سفر به شمال کشور با عنوان یک رهبر ملی مورد استقبال مردم ولایات مختلف قرار می گیرد. گروهی برای او سرود می خوانند، گروهی از وی با نثار گل پذیرایی می نمایند و گروهی هم با ریختن پول از او به استقبال می پردازند. و در هنگام سفر او به ولایات جنوبی کشور، بزرگان و متنفذین آن دیار در ولایت غزنی با استقبال قدرشناسانه خود به تمجید از شخصیت و خدمات او می‌پردازند. به جنوب غرب اوزی عمومی عامل استر و قهرمان مجاهد استر جنرال اسماعیل خان، السلام علیکم و رحمت الله برکاته. بسوال اسم فرقوا تجریبا بکندت استاس اطلاف لا او احترام فردائی کری به تجریبا تکمندان شکلن عبد الجبار وفا. کنفرانس ها
اسماعیل خان که مرد شور و مشورت و تفاهم می باشد و همواره به دنبال یافتن راه های معقول و منطقی برای حل همه قضایای خرد و بزرگ کشور بوده، در طول دوران جهاد و وظایف دولتی خود در سطح کشور به تدویر محافل، شوراها و کنفرانس های متعدد پرداخته است که معروفترین آنها کنفرانس ساغر در سال 1366، شورای عالی اسلامی هرات در سال 1373 و محفل 15000 نفری در سال 1392 می باشد. او همواره کوشیده است که از طریق مذاکره و مفاهمه به راه‌حل‌های اساسی در مورد معضلات مهم کشور دست یافته بتواند، تا از این طریق به تأمین وحدت ملی، صلح پایدار و انکشاف افغانستان پرداخته شده بتواند. کنفرانس ساغر. تلاش های اسماعیل خان به منظور هماهنگی در میان صفوف مجاهدین و از بین بردن تبعیضات قومی، لسانی و گروهی را کنفرانس بزرگ و بی‌نظیر ساغر منعکس می سازد که در 20 سرطان سال 1366 هجری شمسی در ولسوالی ساغر ولایت قورات دایر گردید. در آن کنفرانس 1200 تن از قماندانان جهادی و بزرگان اقوام مختلف کشور از سراسر افغانستان شرکت نموده بودند. در آن کنفرانس عظیم و تاریخی در مورد تعیین سرنوشت افغانستان، هماهنگی عملیات‌ها علیه اشغالگران روسی، وحدت صفوف، تأمین ارتباطات مخابروی، مبادله تجارب جهادی، ایجاد پایگاه‌های مستحکم و مشترک تنظیم‌های اسلامی در نقاط اساس و استراتژیکی افغانستان، رفع مشکلات اقتصادی، اجتماعی، صحی، حقوقی و قضایی مردم بحث صورت گرفته و مسائلی از قبیل آتش بس و حکومت ائتلافی با رژیم تحت الحمایه شوروی خطأ دانسته شده و رد گردیده است. کنفرانس شورای عالی اسلامی هرات. شورای عالی اسلامی هرات نمونه دیگری از جرگه‌های بزرگ است که به منظور حل مسائل افغانستان و ایجاد صلح و ثبات به ابتکار امیر اسماعیل خان دایر گردیده که از آن به عنوان یکی از آزادترین شوراها بعد از لوی جرگه دوران اعلیحضرت امان الله خان قاضی در سال 1303 نام برده شده است. در این شورا که در 29 سرطان 1373 در هرات دایر گردیده بود و تا سوم ماه اسد همان سال ادامه داشت، صدها تن از علما، والیان ولایات، متنفذین قومی، قماندانان جهادی، دانشمندان و روشنفکران از سراسر افغانستان و همچنان از کشورهای همسایه، کشورهای عربی، کشورهای اروپایی و امریکا شرکت نموده بودند. دکتر محمد یوسف، اولین صدر اعظم دهی دموکراسی، دکتر عنایت الله ابلاغ، استاد محمد هاشم مجددی و عده دیگری از شخصیت‌های سرشناس شرکت کننده از خارج کشور در این کنفرانس تاریخی بودند. در این شورا حق تعیین سرنوشت کشور مربوط به مردم دانسته شده و گفته شد که هر نوع حکومتی که برخلاف اراده مردم و تحت وسایت خارجی ها ساخته شود مردود و محکوم است. در این جرگه بزرگ از سازمان ملل متحد و همچنین از سازمان کنفرانس اسلامی تقاضا گردید تا بر مبنای میثاق خیش در قطع مداخلات خارجی از افغانستان مجدانه اقدام نمایند و در قسمتی از قطعنامه این شورا چنین آمده بود: افغانستان کشور است واحد و غیر قابل تجزیه. هر نوع اقدام تجزیه طلبانه و تبعیضات نژادی، قومی، زبانی، مذهبی و منطقوی در آن محکوم و مردود است. تأمین آتش بس و بازگشایی راه‌ها از خواست‌های دیگر این شورا به حساب می‌آمد و گفته شده بود که به منظور تأمین امنیت و صلح سراسری در کشور، بازگشایی راه‌های مواصلاتی، سرکوبی نیروهای بغاوتگر، دفاع از تمامیت اردی و دفع و طرد هر نوع تجاوز خارجی، یک اردوی اسلامی با کمیت 100000 نفر تشکیل گردد. ما اعضای تنظیم‌ها هستیم، اما مسئله اسلام و ملت ما بالاتر از تنظیم ماست. سران تنظیم ما و سران جهادی ما اونها باید بدانند که ملتی که 14 سال در بین آتش و دود، در بین اشک و خون انقلاب به پیروزی رساند، منظور از وا رساندن فرد به قدرت نبود، بلکه منظور ملت در همه اول حاکمیت قرآن در سرزمین افغانستان
و آزادی افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب امیر محمد اسماعیل خان، قماندانان بزرگ، علما و دانشمندان گرام، ریش‌سفیدان محترم و سایر ذواتی که به اینجا تشریف دارین، شما میبینین که من کدام بیانیه تحریری ندارم و علت ازی که ما به خانه خود آمدیم و به همراه شما اهل بیت خود صحبت میکنم و کسی که با افراد خانه خود با برادران خود صحبت میکنه او از روی کدام کتاب صحبت نمیکنه بلکه از محافظ زمین خود، از اعماق قلب خود صحبت میکنه. در مدتی که گذشت یک روز ما خود از شما جدا نپنداشتیم، ما هم جهاد کردیم منتها به شکل دیگر. ما در ملکی بودیم که در اونجا باید که با زبان، با تحریر، با سیاست حرف میزدیم و جهاد طرفداری میکردیم و حالت مجاهدین بیچاره خود را به دنیا میرسانیدیم و از مهاجرینی که به قوت لایموت زندگانی میکردن در کشورهای خارج و دفاع میکردیم و برای زمان کمک میخواستیم. لحاظا به هر ترتیبی که شما میفرمایید ما در سلک شما قرار داریم و افتخار داریم که در سلک شما قرار داشته باشیم. برادرای محترم، شما از من انتظار داشته باشید که با این طلاقت کلامی که جناب امیر صاحب بیانات خود ایراد فرمودن یا جناب مولوی صاحب یا جنابی املا این از پیش من انتظار نداشته باشه، اما حرفی که ما میگویم مثل بیاناتی که جناب امیر فرمودن و دیگران با کمال سوز و گداز به این مملکت و ملت بیچاره است. جناب امیر، از افتخارات جهاد که شما رهبری کردین، شما قوماندان محترم، یاد فرمودن و اگر من این کار بکنم تکرار است. فداکاری های شما، قهرمانی شما، شجاعت و ایمان شما و اعتقاد به امر خداوند برای جهاد، این درج تاریخ است و کتاب ها نوشته شده و قماندان های بزرگ یادگارها برایشان ساخته شده. در این باره هر قدر که بگویم کمتر گفتیم. این مجلس محترم که از یک تعداد بسیار زیاده هموطنان ما تشکیل شده، خوبتر می بود اگر رؤسای تنظیمی و جهادی همیشان در اینجا حاضر می بودن. ما این نهایت استقبال گرم می کردیم. اینا چرا نیامدن؟ سوال می کنم از کسایی که امروز در پناه پاکستان زندگانی می کنن یا جای دیگه زندگانی میکنن در ایران یا جای دیگه، چرا نیامدن؟ چرا کسایی که امروز در جنگ هستن چرا نیامدن به اینجا؟ آیا این از مردم ترس دارن؟ اینها به اینجا باید میامدن نظر خود را ظاهر ابلاغ میکردن، کسی اونا را مجبور نمیساخت و ما خوش میشدیم که متفقاً راجع به مسائل آینده افغانستان یک ترتیب بگیریم. اجتماع شما اجتماع بسیار عظیم و بزرگ است، کمتر دیدیم اجتماعی به این عظمت که در سایه حفاظت اجنبی تشکیل نشده و این ما بازم جناب امیر متشکرم که در وقت جهاد و در بعد از جهاد مستقلانه عمل میکنم. کنفرانس 15,000 نفری. در اوایل سال 1392 هجری شمسی که اوضاع امنیتی افغانستان همه روزه رو به وخامت می گذاشت و مردم نسبت به آینده خود و کشور عزیز خود نگران گردیده بودند،
اسماعیل خان با ابتکار جدیدی به تدویر کنفرانس بزرگ یک روزه دیگری در هرات پرداخت تا در مورد نگرانی های امنیتی آینده تبادل نظر صورت گرفته و به منظور جستجوی راه‌حل های لازم برای ایجاد صلح سراسری و ثبات پایدار در کشور و مشورت پرداخته شود که متاسفانه دشمنان صلح و آرامش مردم افغانستان با تحریف اهداف اساسی این کنفرانس به تبلیغات ناجوانمردانه بر علیه آن آغاز کردند که با عکس العمل گلایه‌آمیز امیر اسماعیل خان مواجه گردید. شما شاهدید از قیام‌های مسلحانه در غزنی دفاع کرد امیر رئیس دولت و می جامعه جهانی، از قیام‌های مسلحانه در کنر دفاع شد، از قیام‌های مسلحانه مردم ها در فاریاب دفاع شد. جالب است که ما برای جمع کردن مردم برای پشتیبانی از نظام چرا این به تعبیر سو می کنن؟ اونایی که عملا به راکت و کلاشنکوف در اندر غزنی نشان دادن که اینا میرن به جنگ، از اینا نظام دفاع میکنه. از مایی که میگیم مردم جمعشین، در صورت که اردو ضعیف میشه و نگذارین که به ظفر و برش پشتیبانی کنیم، این چرا تعبیر سو میکنه؟